زمانی که در شهریور 2577 اقدام به تأسیس شبکه فرشگرد کردیم، فضای سیاسی با فضای سیاسی امروز تفاوت چشمگیری داشت. در اون زمان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان دست بالا رو داشتند و تونسته بودند یک بار دیگه با فریب اصلاحات بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های مصلحت رأی بکشونند. گفتمان براندازی گفتمان غالب نبود و رسانه‌های فارسی زبان حتی در خارج از کشور تلاش داشتند صدای براندازان رو خفه کنند. فراموش نمی‌کنیم که در شهادت‌های مردم ایران در دی 96 بازتاب جهانی آنچنان که بایستی نداشت. از این رو بود که شعار ما در شبکه فرشگرد این بود که آمده ایم تا به توطئه سکوت پایان دهیم. اما در دی 2581 زمانی که فرشگرد به حزب ایران نوین فرگشت پیدا کرد، شرایط دیگه ای بود. گفتمان براندازی گفتمان غالب بود و مردم ایران در خیابان‌های ایران جلوتر از فعال سیاسی دیگه ای آزادی رو فریاد می زدن. گویی تمام رویکردها و واکنش‌های سلبی به کامیابی رسیده بودند و نیاز به فراتر رفتن و روی آوردن به رویکردهای کنشی و ایجابی نمود پیدا کرد. کنش‌هایی که در قالب یک حزب سیاسی مؤثرتر است تا در قالب شبکه براندازی مثل شبکه فرشگرد. به هر حال فعالیت یک حزب سیاسی بایستی در چارچوب دموکراسی باشه و زمانی است که دموکراسی مستقر شده. اما همونجور که شاهزاده رضا پهلوی هم بارها گفتن، برای روزی که جمهوری اسلامی نیست و دموکراسی در ایران مستقر شده، از امروز بایستی آماده شد. دلیل دیگری هم بود که نیاز داشتیم ما سریعاً و فوراً به سمت تشکیل یک حزب سیاسی و فعالیت در فضای سیاسی بریم. و اون خطری بود که از طرف دشمنان ایران در کمین بود. دشمنانی که کمین کردند که با از ضعف جمهوری اسلامی استفاده بکنند و سرنوشتی غیر از سرنوشتی که ما برای ایران می‌خوایم برای ایران رقم بزنند. دشمنایی که اکثراً خاستگاه چریکی تروریستی دارند و گفتمان 57 رو دنبال می‌کنند. همونطور که فعالیت‌های حزب ایران نوین رو در این چند ماه گذشته دنبال کردید، یکی از مهمترین کارهایی که حزب ایران نوین کرده به دست گرفتن فعالیت در فضای سیاسی این روزهای انقلاب ملی است. حتما از طریق بیانیه‌ها، مصاحبه‌هایی که اعضای حزب ایران نوین با رسانه‌ها داشتن، اخبار حزب، رسانه‌های حزب دنبال کردید که به هر حال به عنوان مثال دفتر روابط سیاسی حزب فعال بوده، نشست‌هایی با دیگر فعالین سیاسی داشته، تلاش کرده که با کمک دیگران به سمت ایجاد سازمان براندازی بره، تلاش کرده که فضای سیاسی رو به سمت ملی‌گرایی بچرخونه و تلاش کرده که انقلاب ملی رو نذاره که انقلاب ملی رو توسط گروه‌هایی که در کمین هستن دزدیده بشه. اما کار دیگه و مهم دیگه که یک حزب سیاسی انجام بده در بعد به تأسیس آماده شدن برای اولین کنگرش است. یک حزب سیاسی با اولین کنگرش است که رسماً رسمیت پیدا میکنه و میتونه آغاز فعالیت‌هاش انجام بده. ما پیش‌بینی کرده بودیم که در چند ماه بتونیم این کنگره برگزار بکنیم، اما به دلیل استقبال بسیار بالا و درخواست‌های بسیار بسیار فراتر از پیش‌بینی ما، این کنگره عقب افتاد. البته امروز در نقطه‌ای هستیم که میتونیم خوشبختانه بگیم که در روزها و ماه‌های آینده به زودی اولین کنگره حزب برگزار خواهد شد. برای اینکه اولین کنگره حزب برگزار بشه، ما نیاز داشتیم یک به درخواست‌های هموندی پاسخ بدیم. بخش بزرگ از این درخواست از داخل ایران اومده و به دلایل امنیتی و به دلیل اینکه نمیتونیم جان این عزیزان رو به خطر بندازیم، امنیت این عزیزان رو به خطر بندازیم، روش دیگه‌ای برای ارتباط با این عزیزان در داخل ایران و یا در کشورهایی که امنیت مثل کشورهای غربی نیست پیدا کردیم و تلاش خواهیم کرد ارتباط مستقیم اما غیر از روش شفافی که و با اسم مشخصات اصلی که عزیزانی که در خارج از ایران هستن و در حزب فعالیت خواهند کرد پیدا بکنیم. دفتر امور هموندی در یه مدت بسیار بسیار فعال بوده، تمام درخواست ها رو بررسی کرده، مطالعه کرده، رده بندی کرده، با تک تک درخواست کننده ها مصاحبه داشته و بسیاری از عزیزان همکنون در دفاتر حزب مشغول به فعالیت هستند. تلاش کرده دفتر امور هموندی به فاصله زمانی های مناسب و نیاز دفاتر عزیزان رو به دفاتر اضافه بکنه. تلاش خواهیم که تا پیش از کنگره همه کسانی که میتونن امروز به حزب ایران نوین اضافه بشن و فعالیت مستقیم داشته باشن در دفاتر اضافه بشن. به هر حال دفاتر هشتگانه حزب ایران نوین، دبیرخونه حزب،
کمیته اجرایی و کمیته مرکزی نیازمند اسناد رسمی خودشون بودن. آیین‌نامه ها، چشم‌انداز ها، سیاست های اجرایی و البته سیاست های کلانی که در دفتر مرکزی تدوین بشن. ما برای روز کنگره باید این اسناد را آماده می کردیم و خوشبختانه امروز آماده شدم تا در روز کنگره به تصویب اعضای حزب برسم. چشم‌انداز هایی که در هر دفتر با توجه به صفاتی در پیش رو داریم، فاز پیش از سرنگونی جمهوری اسلامی، فاز بلا فاصله پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و دوران گذار و زمانی که به حال چشم‌اندازی داز مدت تر و زمانی که دموکراسی مستقر میشه. به عنوان مثال دفتر مطالعات استراتژیک یکی از اهداف خودش رو برنامه‌ریزی برای پیدا کردن پاسخ به پرسش‌های حیاتی و معضلات فوری که پس از جمهوری اسلامی برای ایران به جای میمونه کرده. امیدواریم که در امروز بتونیم پاسخ‌های درخور به مردم، به فضای سیاسی و به افراد سیاسی ارائه بدیم. دفتر امور زنان و امور جوانان به عنوان مثال دو قشری که توسط جمهوری اسلامی بیشترین ضربه را خوردن و معضلات عدیده‌ای پس از جمهوری اسلامی به جای خواهند ماند. این دو دفتر بایستی بتونن پاسخ‌های برای این معضلات، پاسخ‌های فوری برای این معضلات پیدا بکنن. و قبل از برندازی به حال دو قشری که در انقلاب ملی نقش مهمی دارن هم بایستی بتونن فعالان شرکت بکنن. و این دو دفتر، دفتر امور زنان و امور جوانان، بایستی بتونن ارتباط مستقیم و خوبی با این دو قشر برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشن. و همه اینها نیازمند این بودش که آیین‌نامه های این دفاتر، اهداف این دفاتر، سیاست های اجرایی این دفاتر با دقت تدوین بشن که در روز کنگره به تصویب اعضای کنگره برسن. و همه این تهیه اسناد بیستگانه، آیین‌نامه های بیستگانه، آیین‌نامه های رفتاری، آیین‌نامه های ساختاری حزب به اضافه کردن اعضا به دفاتر و کلید خوردن بعضی از پروژه ها. به هر حال دفاتر همونجوری که گفتم با دنبال کردن اخبار حزب ایران نوین حتما دیدید که بسیاری از این دفاتر و پروژه ها کلید خوردن. ما به زودی برای اون اعضایی که نتونستن به دلایل امنیتی وارد حزب ایران نوین بشن خبرنامه تولید خواهیم کرد و به اونها رو در جریان جزئیات فعالیت حزب قرار خواهیم داد. به هر حال باعث همه خودشون رو متعلق به خانواده حزب ایران نوین بدونن و بدونن که به زودی راهی پیدا خواهیم کرد برای ارتباط مستقیم و در جریان قرار گرفتن جزئیات فعالیت حزب با حفظ امنیت این عزیزان. امیدوارم که اولین کنگره حزب ایران نوین در به‌زودی در ماه‌های آینده برگزار بشه، حزب رسماً وارد فاز فعالیت‌های رسمیش بشه و بتونیم نقش خودمون رو در این فضای سیاسی، فضای انقلابی سیاسی ایران بازی بکنیم. پاینده ایران.